سلام بچه ها. حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و سرحال باشین و آماده باشین که با همدیگه یه نمونه سوال دیگر رو حل بکنیم. همونطوری که قول داده بودم امروز قرار هست که از زیستشناسی یک پایه دهم نمونه سوال حل بکنیم. بریم ببینیم که اوضاع این سوالات چطوره. خب سوال یک گفته جملات صحیح و غلط رو مشخص بکنیم. بعضی از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن در خاک و بعضی های دیگه فقط در ریشه گیاهان زندگی میکنن. بچه این کلمه فقط کارو خراب کرده. این جمله غلطه. جمله دوم گفته سیانوباکتری درون ریشه گیاه گونرا زندگی میکنه. اتفاقا این همون مثال نقضیه که برای جمله بالا هست. سیانوباکتری توی ساقه و دنبرگ گیاه گونرا زندگی میکنه. پس این هم غلطه. جمله بعدی رو ببینیم. میگه قارچ ریشه ای رو میتونیم درون ریشه بعضی از گیاهان دانه‌دار مشاهده بکنیم. واقعیتش اینه که روی سطح ریشه هستن و یه سری رشته هایی رو به داخل ریشه میفرستن. بنابراین این هم غلطه. بعد بعضی هم نه، بیشتر گیاهان دانه‌دار این قارچ ریشه ها رو دارن. این هم که غلط شده. ای بابا، این سومی غلط. چهارمین جمله چی میگه؟ میگه نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستن که در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی شرکت میکنن. بچه ها نیتروژن و فسفر تو مولکول های وراثتی هر دو هستن، قبول. اما فسفر در ساختار پروتئین وجود نداره، تا نیتروژن داریم. پس این هم غلطه. چهار تا جمله، هر چهار تا غلط، که برای هر کدومشون 25 صدم خواهید گرفت. سوال دوم گفته این رو کامل بکنید. پروتوپلاست در گیاهان شامل غشا، سیتوپلاسم و هسته است. قسمت ب، رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج مقدار فراوانی کاروتن که از جمله کاروتنوئید هاست دارن و به رنگ نارنجی. سوال سوم گفته عبارت های مرتبط رو به همدیگه متصل کنیم با یه خط. خب خطمون رو بیاریم ببینیم چه خبر. کپسول بومن نگاه کنیم ببینیم پرده که نیست. این به چی میگه؟ ابتدای نفرون که شبیه قیفه. بله، این خود کپسول بومنه. ترشح یه فراینده که در تنظیم پی اچ خون نقش مهمی داره. اینم پیداش کردیم، میشه گزینه جیم با خط وصل بکنیم. کپسول کلیه، کپسول کلیه همون پرده هست، پس به الف وصلش میکنیم. پرده ایه که از جنس بافت پیوندیه و جهت محافظت از کلیه به کار میره. موند پودوسیت. پودوسیت یاخته دارای رشته های کوتاه و پامانند فراوان. این هم درسته. البته خب این طراح لطف کرده و 4x4 گذاشته. معمولا تعداد با همدیگه برابر نیستن که جواب یکیش اینجوری در نمیاد دیگه. اینا حواستون رو جمع بکنید. سوال چهارم گفته مهندسی ژنتیک چیه؟ مهندسی ژنتیک بچه ها منظور انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگه است که با این انتقال ژن میخوان که صفت یا صفتهایی رو به یک جانداری منتقل بکنن. این رو بهش میگیم مهندسی ژنتیک. بابت نوشتن این جمله نیم نمره به شما داده خواهد شد. سوال پنج تعریف سفاق رو خواسته. سفاق خاطرتون باشه لایه بیرونی لوله گوارشه، منتها تو محدوده حفره شکمی که از بیرون این اندام‌های حفره شکمی رو به همدیگه متصل میکنه. پس در داخل حفره شکمی لوله گوارش که همون روده ها در واقع در اون قسمت قرار میگیرن، به وسیله یک پرده از جنس بافت پیوندی به همدیگه متصل میشن که به این میگن سفاق یا روده بند. قسمت ب گفته چرا در بدن ما آب نمیتونه بیشتر از حد وارد سلول بشه و سلول از خطر ترکیدن حفظ میشه. خب دلیلش خیلی واضحه. حرکت آب
تحت تاثیر فشار اسمزی. وقتی که دو طرف غشا فشار اسمزی یکسان باشه، آب بیش از حد نمیتونه جابجا بشه. الان در مورد سلولای ما هم، سلولامون در محیطی قرار گرفتن که از نظر فشار اسمزی تقریبا مشابه سیتوپلاسم سلوله، در نتیجه آب بیشتر از حد وارد نمیشه و مشکلی برای ترکیدن نداریم. قسمت جیم نقش فاکتور داخلی معده رو خواسته. فاکتور داخلی معده بچه ها همونطوری که میدونیم به جذب ویتامین B12 در روده کمک میکنه. در واقع باعث میشه که B12 وارد سلول روده باریک بشه. و قسمت دوم سوال، حواسمون پرت نشه، نقش آنزیم پپسین رو هم خواسته. آنزیم پپسین کارش این هستش که پروتئین ها رو میشکنه به مولکول های کوچیک‌تر. ولی حواستون باشه که آمینو اسید تولید نمیکنه. درسته که پروتئین رو تجزیه میکنه، ولی فقط یه سری از پیوندهای درونی رو میشکنه و باعث میشه که پلی‌پپتیدهای کوچیک‌تر به وجود بیاد، ولی تجزیه پروتئین رو تکمیل نمیکنه. سوال دال گفته بنداره انتهای معده چی نام داره که پیلور هست، میدونیم. و قسمت ه گفته سکرتین از کجا ترشح میشه؟ از سلولهای ابتدای روده باری که اون بخش رو بهش میگیم 12. در واقع سکرتین از 12 ترشح میشه. بریم سراغ سوال ششم. حجم ذخیره بازدمی رو خواسته. حجم ذخیره بازدمی به این ترتیب تعریف میشه که اگر بعد از یک بازدم عادی ما یک بازدم عمیق انجام بدیم، اون مقدار هوایی که اضافه تر خارج میشه نسبت به بازدم عادی، اون رو بهش میگیم حجم ذخیره بازدمی. قسمت ب نقش پرده جنب رو خواسته. پرده جنب بچه ها دولایه است و در اطراف شش قرار گرفته، خاطرتون هست که بین این دولایه پرده جنب که یک طرفش به شش متصله، یک طرفش به قفسه سینه، بین این دو تا لایه یک فضای خیلی خیلی کوچیک هست که با یک مایه پر شده، بهش میگیم مایه جنب. این پرده و این مایه جنب یک فشار منفی رو ایجاد میکنه که باعث میشه در واقع ششها روی همدیگه نخوابن و همیشه باز نگه داشته بشن. قسمت جیم گفته دو نیروی مؤثر در تبادل مواد بین مویرک ها و بافت های بدن رو بگیم. دو تا نیرو داریم. یه دونه فشار تراوشی، یه دونه هم فشار اسمزی، که این دوتا نیرو باعث تبادل مواد میشن. سوال هفت، محل گره دهلیزی بطنی رو خواسته. اینجا دهلیز حرف یش هم جا مونده. محل گره دهلیزی بطنی بچه ها داخل دهلیز راست هست، تو دیواره پشتی دهلیز راست و در مجاورت دریچه دهلیزی بطنی. قسمت ب گفته در الکتروکاردیوگرام موج پی چه موقع ثبت میشه؟ موج پی دقیقاً یه مقدار کوتاهی قبل از شروع انقباض دهلیز ها ثبت میشه. در واقع اولین موجیه که ثبت میشه. در مورد قلب و مخصوصاً الکتروکاردیوگرام من قبلاً فیلم های مختلفی رو ضبط کردم که اینجا آدرسشون رو براتون میذارم. اگه دوست داشتین بعد از تموم شدن نمونه سوال ها میتونید برید و این فیلم ها رو ببینید که براتون فصل 4 کامل دوره بشه. خب قسمت جیم سوال 7 بهمون گفته نوع مویرک در جگر یا کبد رو ذکر بکنید. مویرک هایی که توی کبد هستن بچه ها از نوع ناپیوستن. و قسمت دال صدای دوم قلب رو میخواد بگه که مربوط به چیه؟ صدای دوم قلب مربوط به بسته شدن دریچه های سینیه که کوتاه و واضح هم هست. پوم تاک، این قسمت تاکش هست.
سوال 8 قسمت الف میگه برای تولید گوچه های قرمز در مغز استخوان به کدوم ویتامین ها احتیاجه؟ دو تا ویتامین از گروه B نیازه. یه دونه B12، یه دونه B9 که B9 به اسم اسید فولیک معروف هست. سوال 8 هماتوکریت رو گفته تعریف بکنید یا خونبه رو. هماتوکریت منظور اون نسبت حجم گلبول های قرمز هست به کل خون که بر حسب درصد بیانش میکنم. فقط دقت بکنید که حجم سلولای خون نیست، حجم گلبول های قرمز فقط نسبت به کل. قسمت جیم گفته نقش پروتئین آلبومین رو در خون بگیم. دو تا نقش برای آلبومین توی کتاب برای ما نوشته، یکی حفظ فشار اسموزی هست و دوم هم انتقال یه سری مواد در خون. سوال جیم یه قسمت دومی هم داره، حواستون رو جمع بکنید. گفته در انعقاد خون ترومبین از چه ماده‌ای به وجود میاد؟ میدونیم که پروترومبین هست که تبدیل میشه به ترومبین. قسمت دال گفته نقش هورمون اریتروپویتین رو بگیم. هورمون اریتروپویتین که از کبد و کلیه ترشح میشه روی مغز استخوان اثر میذاره و باعث میشه که گلبول‌های قرمز با سرعت بیشتری تولید بشن. در واقع باعث افزایش تولید گلبول‌های قرمز میشه. و قسمت ه گفته کدوم گویچه سفید خون هستش چند قسمتیه و سیتوپلاسمش دونه های روشن ریز داره. هسته چند قسمتی همونجوری که تو شکل هم میبینین مربوط به نوتروفیله. اما بریم سراغ سوال 9. تعریف تراوش رو خواسته. بچه جون تراوش یه فرایندیه که در واقع در ابتدا برای تولید ادرار در کلیه اولین فرایندی هستش که انجام میشه تراوش و بخش زیادی از خوناب یا همون پلاسما از گلومرول وارد فضای نفرون میشه که تو همون محدوده کپسول بومن این تراوش اتفاق میفته. قسمت B گفته هنگام اسیدی یا قلیایی شدن محیط داخلی بدن کلیه ها برای تنظیم پی اچ خون به ترتیب چه موادی رو دفع میکنن؟ ببینید موقع اسیدی شدن هاش مثبت دفع میشه و موقع قلیایی شدن بیکربنات، برای اینکه این برگرده به همون حالت خونسایی که بدن داره. قسمت جیم نفریدی رو خواسته تعریف بکنیم. نفریدی یک سیستم دفعیه که مربوط به بیمهرگان میشه. خیلی از بیمهرگان این نفریدی رو دارن و به شکل یک لوله‌ایه درون بدنشون که از طریق یه منفذی به بیرون راه داره. نقشش هم خب روی خودش دیگه، یعنی مواد دفعی رو خارج میکنه به اضافه اینکه حالا در تنظیم تعادل اسموزی بدنشون هم میتونه مؤثر باشه. قسمت دال گفته کلافک یا گلومرول در چه قسمتی از نفرونه؟ در همون ابتدای نفرون در کپسول بومن. قسمت ه بازجذب گفته در چه بخشی از نفرون انجام میشه؟ بچه جون بازجذب از لوله پیچ خورده نزدیک شروع میشه. ابتداش اونجاست و بیشتر مقدار بازجذب اونجاست، اما در لوله هنله و در واقع لوله پیچ خورده دور هم ما باز هم بازجذب داریم. سوال 10 وارد مبحث گیاهی شده، فصل 6. دو نوع سلول تمایز یافته روپوستی رو خواسته نام ببریم. ما میتونیم یه دونه کرک رو نام ببریم و سلول نگهبان روزنه رو که مربوط به اندام‌های هوایی میشن
و برای ریشه هم میتونیم تار کشنده رو مثال بزنیم که جزو سلول های تمایز یافته رو پوستن. هر کدومش رو بنویسین خوبه، دوتاش رو ازتون خواسته و نیم نمره هم براش اختصاص داده. سوال قسمت ب گفته افزایش طول و افزایش قطر در ساقه و ریشه نهاندانگان دو لپه حاصل فرایند فعالیت کدوم مریستم هست؟ خب افزایش طول مربوط به مریستم های نخستینه که در ساقه در نوک ساقه قرار گرفته و نزدیک به نوک ریشه ما این مریستم نخستین رو داریم که افزایش طول ایجاد میکنه. افزایش قطر هم مریستم های پسین هستن که این مریستم پسین دو دست از خودش باز میدونین، هرچند که نیاز نیست الان اینجا بنویسین چون نیم نمره بیشتر نداره، ولی این رو برای یادآوری و مرور میگم بهتون که ما دو دسته مریستم پسین داریم، یه دونه کامبیوم آونساز و یه دونه هم کامبیوم چوب پنبه ساز که باعث افزایش قطر ساقه و ریشه میشن. قسمت چین دو تا سلول بافت اسکلورانشیمی رو خواسته که میشه اسکلوروئید و فیبر. قسمت دال محل و نقش یاخته های بافت کلانشیم رو خواسته. بافت کلانشیم میدونیم بافت زنده ایه، دیواره نخستین زخیم داره که باعث استحکام میشه در ساقهای جوان و محل قرارگیریش هم معمولا زیر روپوسته که هم استحکام میده هم باعث انعطاف پذیری میشه. قسمت ه گفته نقش سلول های همراه در آوند آبکشی چیه؟ ببینید چون سلول آبکشی هستش رو از دست میده، با اینکه زنده است ولی هستش رو از دست داده، یه تعدادی از اندامکاش رو از دست داده، نیاز به یک یاخته کامل و زنده در کنارش داره که بهش کمک بکنه. نقش عمده سلول همراه در واقع این هستش که در انتقال شیره پرورده به آوند آبکشی کمک میکنه. قسمت و گفته منظور از لان در دیواره سلولی چیه؟ لان اون قسمت هایی از دیواره است که نازک باقی مونده و در واقع محلیه که پلاسمودسم ها از اونجا به تعداد زیاد میتونن عبور بکنن و ارتباط بین دو تا سلول مجاور رو برقرار بکنن. قسمت ز گفته یاخته های کدام بافت از سامانه بافت زمینه ای عمل فتوسنتز انجام میدن. فتوسنتز بیشتر مربوط به بافت پارانشیم هست چون گفته از بافت زمینه ای پارانشیم رو میتونیم مثال بزنیم. سوال 11 تعریف انتقال سیمپلاستی رو خواسته. انتقال سیمپلاستی در واقع انتقال مواد در عرض ریشه است و روشی هستش که مواد از پروتوپلاست یک سلول به سلول مجاور از طریق پلاسمودسم ها منتقل میشن که از این طریق آب و خیلی از مواد محلول میتونن از طریق فضای پلاسمودسم به سلول بعدی منتقل بشن. سوال بعدی تعریف پلاسمولیز رو خواسته. پلاسمولیز زمانی اتفاق میفته که به هر علتی تراکم آب داخل سلول کم بشه. این قضیه باعث میشه که پروتوپلاست جمع بشه، از دیواره فاصله بگیره که اگر یه مدت طولانی هم طول بکشه باعث پژمردگی و مرگ سلول گیاهی خواهد شد. قسمت جیم گفته مرحله سوم الگوی جریان فشاری در حرکت شیره پرورده تو آوند آبکشی رو بنویسید. تو مرحله سوم اون زمانی هستش که در واقع بارگیری آبکشی انجام شده، آب وارد شده به دنبال اون و الان دیگه فشار مواد در درون سلول آوند آبکش افزایش پیدا کرده و در نتیجه به صورت توده ای از مواد این شیره پرورده میتونه در داخل
آوند آبکش به حرکت در بیاد تا به محل مصرف برسه. قسمت دال گفته چگونگی یا مکانیسم باز شدن سلول های نگهبان روزانه رو به طور خلاصه بگید. ببینید برای باز شدن سلول نگهبان این سلول ها باید تورژسانس پیدا بکنن، تورم پیدا بکنن و در اثر تورم به خاطر ساختار ویژه اون سلول های نگهبان اینا از همدیگه باز میشن، این دوتا سلول لوبیای شکل. اما چی باعث تورژسانس میشه که جواب این سوال ما باشه؟ زایش غلظت ساکاروز در داخل سلول و همینطور ورود یونهای کلور و پوتاسیوم به داخل سلول نگهبان روزنه میتونه باعث بشه که در واقع فشار اسموز در داخل سلول بالا بره و در نتیجه از سلول اطرافش آب جذب بکنه و این قضیه تورژسانس و باز شدن سلول نگهبان رو رقم بزنه. و قسمت ه گفته محل نوار کاسپاری در کدوم سلول ریشه است؟ این سلول های لایه آندودرم هستن که درشون ما نوار کاسپاری رو میبینیم. اما سوال 12 گفته در دوران جنینی سلول های خونی در کدوم اندام ها تولید میشن؟ در دوران جنینی ما علاوه بر مغز و استخوان بچه تو کبد و تحال هم میبینیم که سلول های خونی ساخته میشن. قسمت بش هم تثبیت نیتروژن رو خواسته تعریف کنید. تثبیت نیتروژن منظور این هستش که نیتروژن جو تبدیل بشه به نیتروژنی که قابل جذب باشه برای گیاه، یعنی N2 تبدیل بشه مثلا به آمونیوم که قابلیت جذب به وسیله گیاه رو داشته باشه. سوال 13 سوالیه که در مورد شکل پرسیده شده. غیر از این یه سوال دیگه داریم. گفته با توجه به شکل ها به سوالات پاسخ بدین. روی شکل سمت چپ مسیر آپوپلاستی رو مشخص کنید. این تعریف سیمپلاستی رو از ما خواسته بود. حالا تو این شکل خواسته که مسیر آپوپلاستی رو مشخص بکنیم. ببینید اینجا از این قسمت شما یه رنگ صورتی رو دارید میبینید که وارد سلول نشده، آب داره از منافذ دیواره رد میشه. این بخش همون مسیر آپوپلاستی هست که این رو ما باید با یک علامتی بهش در واقع نشون بدیم، بگیم اینجا هست مسیر آپوپلاستی ما. و این یکی آبیه که از درون سلول ها رد شده، این میشه مسیر سیمپلاستی. خب شماره 2 و 3 رو گفته نامگذاری بکنید. شماره 2 این لایه سلول بیرونیه، در واقع لایه روپوستی یا اپیدرم هم بهش میگیم. قسمت 2. قسمت 3 مربوط به این کلیه است. این بخش مرکزی کلیه است و حالا اگر به طور دقیق تر بخوایم بگیم این یکی از هرم های بخش مرکزی که داره بهش اشاره میکنه. و قسمت چین پرسیده شماره 4 که میزنای هست، اینه این قسمته، گفته که این شماره 4 ادرار رو به کجا منتقل میکنه؟ میزنای ادرار رو میبره به مثانه. دو تا سوال دیگه داریم. سوال 14 یه جور تست در واقع، گفته کدام تعریف برای پوستک یا همون کوتیکول صحیح تره؟ الف ماده ترشحی از سلول های روپوست ساقه جوان. خب این که درسته، حالا ببینیم بقیه ها چی هن، درست تر اما داریم یا نداریم. قسمت ب میگه ماده لیپیدی مترشح از لایه زیر روپوست برگ. اگه این کلمه زیر نبود اینم جمله درسته بود، ولی این کلمه زیر اینو خراب کرده به خاطر اینکه ماده لیپیدی پوستک از خود روپوست داره ترشح میشه، لایه زیر روپوست یعنی از پوست داره ترشح میشه. نه غلطه، این غلطه. قسمت جیم میگه خارجی ترین لایه یاخته ای سطح برگ. پوستک سلول نداره.
قسمت دالم میگه لایه حفاظتی دارای یاخته نگهبان و کرک. غلطه، چون گفتیم مثلا سلول نداره. پس همون الف که گفتیم درسته، همون رو میپذیرمش. سوال 15 گفته در برش عرضی ساقه گیاهان تک لپه و دو لپه ساختار نخستین اونها رو با هم مقایسه کنیم. یه نمره هم داره. به به، آخرین سوال یه سوال جوندار از فعالیت هم هست. خب به این شکل توجه کنید بچه ها، توی برش عرضی ساقه در گیاهان تک لپه ما بخش پوست و بخش مغز ساقه رو خیلی مشخص نمیبینیم، اینا کاملا نامشخصن. ضمن اینکه دستجات آوندی به تعداد زیاد و نامنظم قرار گرفتن، در حالی که تو ساقه دو لپه ها ما به طور مشخص ناحیه پوست و ناحیه مغز رو داریم میبینیم و دستجات آوندی ما روی یه دایره به صورت منظم قرار گرفتن. این هم از آخرین سوال. امیدوارم که این مرور سریع براتون مفید واقع شده باشه. برای همگی آرزوی موفقیت در امتحانات و موفقیت در زندگی دارم. انشالله که روزها و ساعات خوشی در پیش روتون باشه. خدا نگهدارتون.